صبر بکنید تا کار سخت شمارش این آرا تموم بشه. تا تمام آرا شمرده نشه این داستان تموم نشده. ما به دیوان عالی آمریکا خواهیم رفت و می‌خوایم تمام رأی‌گیری ها پایان پیدا بکنه. ما نمی‌خوایم دفعه 4 صبح بیان یه چند تا برگه رأی پیدا بکنم و اینو اضافه بکنم به شمارش آرا. شمارش آرای انتخابات نفسگیر ریاست جمهوری آمریکا. ترامپ میگوید تقلب شده. بایدن میگوید همه آرا از جمله رأی‌های پستی باید شمرده شوند. خبرنگاران ما تازه‌ترین اخبار انتخابات را به ما گزارش می‌دهند. چگونه آرای دو نامزد در انتخابات تا این حد نزدیک شد و چرا هنوز برنده مشخص نیست؟ این سؤالمان از مهمانان 60 دقیقه امشب است. در ادامه برنامه امشب، تهدید ترامپ به کشاندن نتیجه انتخابات به بالاترین مرجع قضایی آمریکا، نقش دیوان عالی چیست و چگونه میتواند گره انتخابات را باز کند؟ و جزئیاتی دقیق از شمارش آرا تا این لحظه. بر روی این نقشه سناریوهای ممکن برای ماندن دونالد ترامپ یا رسیدن جو بایدن به کاخ سفید رو بررسی میکنیم. سلام، شبتون بخیر. خوش آمدید به دومین 60 دقیقه ویژه انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا. من رنا رحیم‌پور هستم از واشنگتن، پایتخت ایالات متحده آمریکا. شب طولانی رو گذروندیم و روزی طولانی پیش رو داریم. رقابت تنگاتنگ دونالد ترامپ و جو بایدن در 6 ایالت آمریکا ادامه داره: آریزونا، جورجیا، ویسکانسین، میشیگان، پنسیلوانیا و نوادا. شمارش آرای پستی کماکان ادامه داره و سناریوهایی برای پیروزی هر دو نامزد موجوده. در حالی که مقام‌های محلی از مردم خواستند که صبور باشند تا شمارش آرا تمام شود و جو بایدن از طرفدارانش خواسته تحمل کنند، دونالد ترامپ در اقدامی تعجب برانگیز ساعتی پیش اعلام پیروزی کرد و مدعی شد که در انتخابات تقلب شده. هرچند آقای ترامپ سندی برای این ادعا ارائه نداد. او اعلام کرد که به دیوان عالی هم شکایت می‌کند. آقای ترامپ زمانی ادعای پیروزی کرد که هنوز میلیون‌ها رأی شمرده نشده. البته عملکرد آقای ترامپ در بسیاری از ایالت‌ها بهتر از پیش‌بینی‌ها بود. بر اساس داده‌ها درصد مشارکت در این انتخابات در 120 سال گذشته رکورد زده. اما کی می‌فهمیم که برنده انتخابات کیست و چه سناریوهایی برای پیروزی دو رقیب موجود است؟ کیوان حسینی همکارم نگاهی کرده به سناریوهای ممکن برای پیروزی دو نامزد. کیوان. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا غروب کرد و همچنان ما نمیتونیم به قطعیت بگیم چه کسی در این انتخابات برنده شده. وضعیتی که از سوی برخی ناظران پیش از این انتخابات به عنوان کابوسی برای سیاست آمریکا توصیف میشد. قوانین منحصر به فرد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی و شرایط ویژه انتخابات امسال از جمله مسئله شیوع کرونا یا رقابت نزدیک دو نامزد از سوی دیگه دست به دست هم دادند و ما رو در این وضعیت قرار دادند که من الان روبروی این نقشه ایستادم و هنوز نمیدونم که جو بایدن رئیس جمهور بعدی آمریکا خواهد بود یا دونالد ترامپ. برای اینکه جزئیات آنچه که در 24 ساعت اخیر رخ داد رو براتون بگم، باید از اول بریم سراغ ایالت‌های کلیدی که تا این لحظه هنوز نتیجه نهایی آرا در اونها اعلام نشده. یکی از این مهمترین ایالت‌ها ایالت ویسکانسین هستش که علارغم اینکه 99% آرای اون شماره شده، اما همچنان رسانه‌ها در اینکه جو بایدن رو برنده انتخابات اعلام بکنند یا دونالد ترامپ در واقع تردید دارند. تا اینجای کار آقای بایدن 49.4% و آقای ترامپ 48.8% از آرای این ایالت رو به خودش اختصاص دادن. این دو نفر که 10 رأی کالج انتخاباتی داره و برای پیروزی جو بایدن بسیار مهم خواهد بود. همچنین در ایالت میشیگان، یکی دیگه از ایالت‌های سرنوشت ساز در این انتخابات، باز هم جو بایدن از رقیب جمهوری‌خواه خودش پیش هست و اتفاقا پیشتازیش در این ایالت حتی از ایالت ویسکانسین هم بیشتر هست. بر اساس آخرین داده‌هایی که ما داریم نزدیک به 30,000 رأی بیشتر داره آقای بایدن در این ایالت و اگر به همین
همین شکل ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً 16 رأی کالج انتخاباتی ایالت میشیگان رو که از در واقع حساس ترین آرای الکترال این دوره هستند به او اختصاص خواهد پیدا کرد. و از جایی که ما میدونیم که در این ایالت ها در قسمت های غربی آمریکا در آریزونا هم آقای جو بایدن پیش هست از رقیب جمهوری خواه خودش، 51% در مقابل 48%. و البته هرچند که این ایالت ایالتی بوده که آرای جمهوری خواه داده همیشه، ولی این بار این احتمال خیلی به طور جدی مطرح هست که جو بایدن در اون برنده بشه. و با ایالت نوادا که ایالتی هستش که به خانم کلینتون رای داده و همچنان بایدن در اون پیشتاز هست، با مجموعه اینها اگرچه هنوز جو بایدن به 270 رای الکترال نرسیده و دونالد ترامپ هم همچنین و ایالت تعداد آرای الکترال بیشتری نیاز داره، ولی با توجه به این وضعیتی که در این قسمت از نقش شکل گرفته، چه بسا طرفداران آقای بایدن در ستاد انتخاباتی او امیدوارتر باشند، چرا که در این ایالت‌هایی که او پیشتاز هست اگر بتونه این پیشتازی رو حفظ بکنه، مجموع آرای الکترالی که به دست خواهد آورد بیشتر از 270 خواهد شد و او رئیس جمهور بعدی ایالات متحده آمریکا خواهد شد. اما چرا همچنان دونالد ترامپ مصر هست که میتونه در این انتخابات پیروز بشه؟ به خاطر اینکه او هم شانس‌هایی داره، از جمله در ایالت جورجیا. او در ایالت جورجیا که همچنان برندش اعلام نشده از رقیب دموکرات خودش با فاصله مطمئنی پیشتاز هست. و غیر از اون در ایالت کارولینای شمالی هم این شانس رو داره که به طور جدی این ایالت رو از آن خودش بکنه، 50% در مقابل 48.7%. و امکان اینکه آقای بایدن بتونه در این ایالت به او برسه کم هست. مهمتر از همه اینها در ایالت پنسیلوانیا که اگرچه شمارش آرا در اونجا با پیچیدگی‌های زیادی همراه شده، باز هم آقای ترامپ با فاصله مطمئنی از جو بایدن پیش است. پیچیدگی این ایالت در آرای غیر حضوری هستش که تعدادشون زیاد هست و بسیارشون طرفدار بایدن هستند، کسانی که با پست رأی خودشون رو دادند. و این امیدواری در کمپ دموکرات ها شکل گرفته که چه بسا این بخش از آرا وقتی شمرده میشه نتیجه تغییر بکنه. اما در این حال اگر هم تغییر نکنه، آقای ترامپ موفق خواهد شد در ایالت پنسیلوانیا برنده بشه. امیدواری آقای ترامپ این هستش که بعد از گرفتن این ایالت ها در ایالتی مثل ایالت میشیگان یا ایالت ویسکانسین بتونه آقای بایدن رو به چالش بکشه، به ویژه در ویسکانسین که گفتن خواستار بازشماری آرا خواهند شد، و همچنین در میشیگان که البته هنوز هم برنده روشن نیست، هرچند که گفتم 30,000 رای آقای بایدن پیش هست در ایالت میشیگان از آقای بایدن پیش هست از آقای دونالد ترامپ. همچنان چون رسانه‌ها برنده نهایی رو اعلام نکردند، شاید طرفداران آقای ترامپ امید داشته باشند که در این ایالت سرنوشت‌ساز بتونن پیروز بشن. اگر نتونن پیروز بشن، آقای ترامپ بخت قابل ملاحظه‌ای برای موندن در کاخ سفید نخواهد داشت. ایوان حسینی از لندن، بهمن کلباسی خبرنگار ما از ویلمینگتون در ایالت دلاور با ماست. بهمن، میدونم که اونجا جایی که آقای بایدن قراره به زودی درش سخنرانی بکنه، میدونیم قراره چی بگه؟ قرار آقای بایدن بیاید به قول افرادی در ستاد او یک خبرهای خوبی بدهد و اینکه تاکید بکنه که ما همون حرفی که دیشب زده در مسیر رسیدن به پیروزی هستیم. قبل از اینکه بیاد حدود یک ساعت دیگه یا کمتر جلوی دوربین ها، رئیس ستادش هم در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت که آقای بایدن رئیس جمهوری بعدی آمریکا خواهد بود. علتش هم همین است که ما اطمینان داریم که در ایالت هایی که کیوان بهشون اشاره کرد، میشیگان، ویسکانسن، نوادا و آریزونا، پیروز خواهیم شد. حتی تاکید بر این داشتن که تکلیف اونها در 24 ساعت آینده رسما هم مشخص میشه. بعدم در این مورد ازشون سوال شد که آیا اگر تیم آقای ترامپ به دادگاه برن چه خواهند کرد. اونها گفتن که منتظریم که اگر همچنین اتفاقی بیفته بریم به دادگاه از آرای مردم دفاع بکنیم. در نتیجه از دید کارزار انتخاباتی آقای بایدن اعتماد به نفس خیلی بیشتر از دیشب که آرا داشت شمارش میشد. به نظر میاد که فکر میکنن اون قسمت سخت شمارش گذشته، به خصوص با شمارش آرای پستی بیشتر که ترکیبش و توزیعش به نفع اونهاست، فاصله شون با آقای ترامپ هم در ویسکانسین هم در میشیگان بیشتر هم خواهد شد. حتی صحبت از این میکنن که در آرایی که از فیلادلفیا، شهر یکی از شهرهای اصلی ایالت پنسیلوانیا خواهد آمد، اون فاصله رو که الان با آقای ترامپ دارن حدود 500,000 رای رو جبران خواهد کرد. در نتیجه بسیار خوشبین هستن
به اینکه این رای گیری در نهایت به رسیدن آقای بایدن به 270 منتهی خواهد شد و او رئیس جمهوری بعدی آمریکا خواهد بود. این صحبت‌هایی هم که یک ساعت دیگه از حالا خواهد کرد خطاب به مردم آمریکا، احتمالاً تأکید بر همین است که این اعتماد به نفس وجود داره و آماده‌اند که از همه اونچه که آرای مردم می‌خونند دفاع بکنند در برابر اتهاماتی که آقای ترامپ میزنه به اینکه ممکن است تقلبی صورت گرفته باشه. البته آقای ترامپ هم همین چند دقیقه پیش که توییت کرد اشاره کرد به همین که منتقدینش دموکرات‌ها در تلاش هستند 500 هزار رای در ایالت پنسیلوانیا پیدا بکنند تا پیش بودن او رو از بین ببرند. در نتیجه این رویارویی که الان داریم میبینیم در ایالت پنسیلوانیا و ویسکانسین و میشیگان حداقل در کلام و ببینیم دادگاهی هم خواهد شد یا نه فعلا ادامه داره تا اینکه رسما اولا ایالت‌ها تمام شمارش رو پایان بدن و بعد هم اگر اشکالی طرفین داشته باشن به آرا یا شمارششون به دادگاه برن و اونجا تکلیفش معلوم بشه. متشکرم بهمن. با ما بمون متیو صنیعی، رئیس بخش دیجیتال کارزار انتخاباتی باراک اوباما در سال 2008 که البته در روزهای اخیر هم در کارزار انتخاباتی جو بایدن در ایالت میشیگان فعال بوده از همین ایالت با ما. آقای صنیعی، شما نقش مهمی در کمپین باراک اوباما داشتید و همچنین در کمپین آقای بایدن. با توجه به آخرین شمارش آرا احساستون چیه؟ فکر می‌کنید که آیا به نفع آقای بایدن داره بازی برمیگرده؟ متشکرم از دعوت شما. بله، من خیلی خوشبین هستم. فکر میکنم که همونطور که شاهدش بودیم رأی‌های بیشتری دارن شمرده میشن، به خصوص رأی‌های پستی که پیش از روز انتخابات ارسال شده بودن و دارن وارد مرحله پردازش میشن. خب ما دیدیم که در بین این گروه از رأی‌ها شمار اون رأی‌هایی که با آقای بایدن میرن بسیار بسیار خوب هستن، به خصوص در ایالت‌های کلیدی مثل میشیگان، ویسکانسین، پنسیلوانیا، جورجیا و آریزونا. آقای صنیعی، فارغ از اینکه آقای بایدن برنده این انتخابات بشه یا بازنده، میزان آرایی که آقای ترامپ تونسته کسب بکنه در این انتخابات چی به شما میگه؟ فکر میکنید که آیا دموکرات ها موفق عمل کردند در این چهار سال برای جلب اعتماد رای دهنده ها؟ That's a great question. So this election cycle has been very unique. این چرخه انتخاباتی از بسیاری لحاظ منحصر به فرد بوده. آشکاره که خب انتخابات در طول یک پاندمی یا همه‌گیری برگزار شده و خب این منحصر به فرد بوده. شخصیت پرزیدنت ترامپ به خاطر رویکردش نسبت به رهبری منحصر به فرده و البته شاهد شمار بسیار بسیار زیادی از شرکت کننده بودیم، نه فقط برای پرزیدنت ترامپ بلکه برای جو بایدن هم همینطور بوده. در واقع آقای بایدن شمار رای دهنده ها به او از باراک اوباما هم بیشتر بوده که خود باراک اوباما در اون زمان از نظر رکورد دار شد. پرزیدنت ترامپ فکر میکنم حدود 2 میلیون رای در حالی که داریم با هم صحبت میکنیم کمتر از آقای بایدن گرفته باشه در سطح ملی، ولی احتمالاً همچنان این آرا طبیعتاً بالا خواهند رفت و شاهد شوق و اشتیاق بیشتری خواهیم بود از جانب رای دهنده ها. ولی خب از نظر فلسفی واقعا داریم شاهد رویارویی و رقابت بین دو سوی متضاد کشورمون هستیم. همزمان تصاویری می‌بینیم از یک حوزه شمارش آرا در دیترویت، ایالتی که شما درش هستید. فکر می‌کنید که آیا شخصیتی فرضاً مثل برنی ساندرز میتونست موفق‌تر از آقای بایدن عمل بکنه؟ با اینکه خیلی روشون فکر گذاشتن و سعی کردن که اشتباه نکنن، باز هم خیلی اشتباه عذاب در اومدن. بعضیا میتونن بگن که آقای ساندرز ممکن بود رقابتی تر باشه نسبت به آقای بایدن، ولی در نهایت آقای بایدن بود که نامزدی حزب رو برد و به نظر میرسه که رئیس جمهور بعدی آمریکا بشه. فکر میکنید که اگر آقای بایدن پیروز انتخابات بشه، با توجه به این دو قطبی شدن جامعه، توان ایجاد یک آشتی ملی رو خواهد داشت؟
آقای بایدن احتمالاً در قوی ترین موقعیت باشه برای اینکه این پل رو بسازه بین دو سمت و ایجاد آشتی بکنه، برای اینکه سالهاست که در سنا فعالیت داره و خب به عنوان یک توافق ساز فراجناهی در کنگره شناخته میشه، همچین تجربه ای رو داره. ولی خب محیطی که در اون فعالیت میکنه با توجه به این دو قطبی شدن شدید که مخصوصا رسانه ها به اون دامن میزدن، خیلی کار رو برای او سخت خواهد کرد. من به اعتماد به توانایی او اعتماد دارم، ولی خب محیط خیلی دشواری پیش رو خواهد داشت. و در نهایت فکر میکنید که آقای بایدن با توجه به اینکه مجلس سنا در دست جمهوری خواهاست، چه موانعی داره در صورت پیروزی برای اعمال سیاستاش؟ میدونید یک سری سیاست هایی است که میشه با احکام اجرایی اینها رو عملی کرد و اونها رو خیلی سریع آقای بایدن میتونه اجرایی کنه، میتونه بهش عمل کنه. بحث رویا پردازان یا داکا یا اون مهاجرانی که قانونی نیستن ولی بیشترشون در این کشور بزرگ شدن، مثلا این یکی از اون نمونه هاست. بحث کرونا ویروس کرونا هست و مسائل اینها هست. اما تصویب بودجه جنبه های دیگر مربوط به قوه مقننه خب دشوارتر خواهد بود، برای اینکه باید زمینه های فعالیت مشترکی رو پیدا کنه در کنگره بین دو سوی دو قطبی و بسیار رقیب، که این کار دشوار خواهد بود برای آقای بایدن. متشکرم متی صنیعی از کارزار انتخاباتی جو بایدن. و اما بهمن کلباسی همکارم کماکان از ویلمینگتون با ماست. بهمن، به نظر میاد که میزان مشارکت در این انتخابات یک رکورد تاریخی زده. نظر کارشناسان چیه؟ علت چی میتونه باشه؟ 160 میلیون نفر، یعنی 66% مشارکت، که باید همونطوری که در مقدمه هم گفتی 120 سال به عقب برگردیم که مشارکتی بیشتر از این در تاریخ سیاسی آمریکا ببینیم. البته مشخص است که هم ضدیت با آقای ترامپ سبب شده که خیلی از طرفداران دموکرات ها به پای صندوق های رای برن یا پستی رای بدن مشارکت کنند در این انتخابات، هم آقای ترامپ موفق شده که در بین اون مخصوصا بخش های از ایالت هایی که بهش تمایل داشتن، به خصوص در روستاها و شهرهای کوچیک، کسانی که دفعه قبل بهش رأی نداده بودن ولی با او هم فکری دارن رو به پای صندوق‌های رأی بکشونه. این موفقیتش کاملا مشخصه در این که تعداد کسانی که در سال 2016 به او رأی دادن رو افزایش داده، ولی دقیقا از همون طبقه و از همون بخشی از جامعه که سال 2016 بهش رأی دادن، در نتیجه میزان مشارکتش رو در اون پایگاه اجتماعی که داره افزایش داده و اینم برای او یک موفقیتی است. گویا که ممکن است در نهایت معلوم نیست که به کافی باشه برای اینکه به ریاست جمهوری در ریاست جمهوری نگهش داره یا نه، ولی به هر حال افزایش تعداد آراش از 63 میلیون به 65 6 میلیون 7 میلیون که الان آخرین آمار هست نشون میده که 3 4 میلیون بیشتر از 4 سال پیش رأی آورده. به همین جهت هر دو طرف موفق شدن که بخشای بزرگی از جامعه رو بسیج بکنن برای اینکه جلوی اینکه طرف دیگری رئیس جمهور بشه و به قدرت برسه رو بگیرن، و این مخالفت با طرف مقابل و جلوگیری از پیروزی طرف مقابل یه انگیزه خیلی بالایی داده به تعداد زیادی از رای دهندگان، هم در میان جوانان هم در میان طبقه متوسط و به خصوص زنان. ما دیدیم خیلی تعداد شرکت کننده بالا بوده. همه اینا رو وقتی کنار هم می‌ذارین، سبب این مشارکت 66% شده که در 120 سال گذشته بی سابقه است. همزمان با صحبت‌های تو منتظر شروع سخنرانی جو بایدن نامزد حزب دموکرات هستیم، به محض شروع اون بهش برمیگردیم. و من به نظر میاد که از هفته‌های پیش استراتژی آقای ترامپ زیر سوال بردن اعتبار انتخابات بود. هم بحث آرای پستی رو زیر سوال برد، گفت اعتبار نداره، هم گفت که پیش از موعد اگر احساس بکنه جلو اعلام پیروزی میکنه، هم بحث تقلب رو مطرح کرد. به نظر میاد که آقای ترامپ هر آنچه که داره استفاده خواهد کرد برای نپذیرفتن شکست احتمالی. آیا راهی داره از لحاظ قانونی؟ خب ستادش رسما میدونیم که گفته خواستار بازشماری آرا
در ایالت ویسکانسن میشن. یه سری راه‌های قانونی هست، بعضی در بعضی ایالت‌ها باید پولمون بازشماری رو خود ستاد بده، در بعضی ایالت‌ها اگر فاصله کمتر از یه حدی باشه 0.5% یا 1% خود اون ایالت انجام میده، ولی خب ممکن است که بازشماری به تغییر نتایج نیانجامه. در ویسکانسن بیشتر از 20,000 اختلاف هست در آرا. خود آقای ترامپ 4 سال پیش ویسکانسن رو دقیقاً با 20,000 اختلاف برد. در نتیجه این بازشماری ممکن اگر به جای نیانجامه، آیا راه‌های دیگر قانونی ممکنه وجود داشته باشه؟ ممکن است که آقای ترامپ و تیم حقوقیش بگویند که آرایی که در 2-3 روز بعد از انتخابات رسیده ولی قبل از انتخابات پست شده نباید منظور بشه. اینکه آیا دادگاه باشون همراهی بکنن یا نه مشخص نیست، ولی حتی اگر همراهی بکنن آیا کافی است که 20,000 رأی اختلاف رو تغییر بدن؟ همه اینا پرسش‌هایی است که ما هنوز بهش پاسخی نداریم، ولی در مجموع وقتی به حرفای ستاد کارزار و ستاد آقای بایدن گوش می‌کنی، اونا به نظر نمیاد کمترین نگرانی وجود داشته باشن که این جور دعوای حقوقی مانع به ریاست جمهوری رسیدن آقای بایدن بشه. ولی در این حال این مانع نمیشه که آقای ترامپ در مجموع مشروعیت این انتخابات رو زیر سوال ببره، و حتی اگر کاخ سفید رو ترک کنه برای سالها طرفدارانش بگویند که این انتخابات مشروعی نبوده. این از نظر سیاسی میتونه هزینه ساز باشه برای آقای بایدن و طبیعتاً اختلافات موجود رو حتی بیشتر از اینی که هست بکنه. به همین جهت اونها نگرانیشون فقط مسائل حقوقی نیست، مسائل این است که این حرفایی که آقای ترامپ میزنه به تبع بسیاری از طرفدارانش رو به این نتیجه میرسونه یا راضی میکنه که بله تقلبی واقعاً رخ داده و مشروع نبوده این پیروزی آقای بایدن. متشکرم بهمن کلباسی. ما معدل نظریان پژوهشگر ارشد مؤسسه استراتژی بین‌المللی گلد از واشنگتن دی سی با ماست. خوش آمدید به برنامه. شنیدیم که آقای ترامپ از اصطلاح فراد یا تقلب استفاده کرده، در حالی که می‌دونیم که بسیاری از مقام‌های محلی و ناظر بر انتخابات تاکید کردن که تقلبی اتفاق نیفتاده. استدلال حقوقی آقای ترامپ برای یه همچین ادعایی چی می‌تونه باشه؟ ممنون از دعوت شما. همونطور که شنیدید مدیران کمپین آقای ترامپ اعلام کردند که پرزیدنت ترامپ تقاضای بازشماری خواهد کرد در ویسکانسین. بنابراین این یک مسیری است که اونها امتحان خواهند کرد برای اینکه در واقع اثبات کنن ادعاهای خودشون در ارتباط با تقلب در این زمینه. چیز دیگری که حدود نیمه شب شنیدیم این بود که شمارش آرا در میشیگان در اون موقع چند هزار، شاید حتی چند ده هزار رای بیشتر داشت از آقای بایدن. چند ساعت بعد در بامداد وقتی وارد شدیم درصدها شاید شبیه بود، ولی درصد آرای شماره شده، اما دیدیم که یک دفعه آقای بایدن رای خیلی زیادی به دست آورده بود. بنابراین این یک مقدار سوال برانگیز است و فکر می‌کنم در نهایت پنسیلوانیا کلید ماجرا خواهد بود و البته ویسکانسین و آریزونا. مثل سال 2016 پنسیلوانیا احتمالاً کلید خیلی از معماها خواهد بود یا مشکلات خواهد بود، اما در نهایت من فکر می‌کنم که شواهد لازم هست برای نشون دادن تقلب انتخاباتی و فکر می‌کنم که قدم بعدی و گام بعدی کمپین ترامپ همون تقاضای بازشماری آرا باشه. می‌فرمایید شواهدی هست برای اثبات تقلب در انتخابات؟ کدام شواهد؟ چیزی که من میگم اینه که هنوز شواهدی نیست، اما وقتی که ما فرایند بازشماری رو به جریان بندازیم، اگر که تقلب انتخاباتی صورت گرفته باشه، اون وقت این به طور بالقوه هر گونه تقلب رو آشکار خواهد کرد، و این فرایندی است که میتونیم در نهایتش تصمیم بگیریم، در نهایت تصمیم بگیریم که آیا تقلبی شده یا نه. در حال حاضر هنوز شواهدی نیست. و سوال همینجاست، آقای ترامپ با توجه به اینکه به هر حال طرفداران بسیار پرپاقرصی داره و به شدت فضا احساسی و عاطفی در بین طرفدارانش، با ادعای اینکه تقلب شده و همونطور که شما میفرمایید شواهدی هم وجود نداره، دامن نمیزنه به این تنش و تفرقه‌ای که در جامعه آمریکا به وجود اومده؟ So,
absolutely without a doubt there is insight قطعا تردیدی نیست که با این ادعاها با این گفتارها یک تشدید میشه این فضا این تنش ولی خب هر دو طرف دارن به پایگاه‌های خودشون رجوع میکنن رو میکنن و در واقع شاید یک جور به اصطلاح جنگ داخلی هستیم طبیعتاً وقتی پرزیدنت ترامپ وقتی که صحبت از تقلب میکنه یک پاسخ احساسی میگیره از پایگاه خودش همونطور که وقتی میبینیم در بخش در اردوگاه دموکرات‌ها افرادی که از انتیفا یا گروه‌های به اصطلاح آنتی‌فاشیست هستن یا از گروه‌های به اصطلاح بی ال ام یا جان سیاه اهمیت دارد هستن اینها همین الانش هم دارن در خیابون‌ها شورش می‌کنن بنابراین این وضعیت رو شاهد هستیم و این یک جنگ خیلی تلخی خواهد بود تا لحظه آخر من فکر نمی‌کنم که با توجه به نحوه تأثیری که کرونا و کووید بر این انتخابات و بر ریاست جمهوری آقای ترامپ داشت کسی انتظار داشت که این رقابت تا این اندازه نزدیک باشه و این شگفت‌آور بوده اما بسیاری از منتقدان آقای ترامپ معتقدند که در مقام یک رئیس جمهوری آقای ترامپ به جای اینکه دامن بزنه به احساسات طرفدارانش میتونست مثل آقای بایدن از اونها بخواد صبر بکنند تا آرا شمرده بشه و اقدامی که کرده از دید بسیاری خلاف اصول دموکراسی در این کشوره. خب برای اینکه به این قضیه سوال پاسخ بدیم در هر شرایطی باید بگم که وقتی که یک جنگ تمام عیار هست برای آینده این کشور وقتی که پرزیدنت ترامپ ثابت کرده که یک رئیس جمهور منحصر به فردی است قطعا در تاریخ ما شاید اون منش و روش ریاست جمهوری رو به صورت سنتی نداشته باشه اگر این نکته اگر این گفته بشه بله خب این درسته اما همه این کارهایی که شده برای برکنار کردن او به کودتایی که شده علیه او و خب او به سبک خاص خودش با اونها برخورد کرده اما من فکر میکنم در نهایت پایگاه جو بایدن هم در سمت دیگر میخوان که ارزش‌های خودشون رو ازش دفاع کنن و راه دیگری نیست برای پرزیدنت ترامپ که بخواد که به استثناء همین رفتار تهاجمی خودش مقابله کنه با کسانی که سعی کردن که او رو سرنگون کنن من فکر میکنم که وقتی با توجه به اینکه حالا کی در نهایت برنده بشه بایدن یا دوره دوم ترامپ من شخصا فکر میکنم که احتمالاً بایدن با فاصله کمی برنده میشه و فکر میکنم اگر این اتفاق بیفته اون وقت شاید این خواهیم بود که شاید درگیری‌های بیشتر خواهیم بود قطعاً اما احتمالاً تا حدی آرام‌تر خواهد شد و ریاست جمهوری شاید یک مقدار خونسردتر و میانه روتر باشه ببخشید خانم نظریان فرمودید کودتا شده علیه آقای ترامپ بله. چیزی که پرزیدنت ترامپ در از اصطلاح ویچ هانتینگ یا شکار جادوگرها یا برخوردی که با او شده را اینطوری توصیف کرده هیچ شواهدی در اختیار نبود که نشون داده بشه که او مستحق استیضاح شدن هست از همون ابتدا همون قبل از اینکه پرزیدنت ترامپ دوره ریاست خودش رو شروع کنه حزب دموکرات و اعضای در حزب دموکرات خواستار برکنار کردن او از طریق استیضاح بودن بنابراین این فرایند اجازه داد که خیلی چیزهایی گفته بشه در طول این فرایند استیضاح که علیه او در نهایت برگزار شد و متاسفانه منجر به گفتارهایی شد که در نهایت علیه او و دولت او به کار رفتند. من یقین دارم که یک تلاش همه جانبه ای صورت گرفت علیه او و میشه از جهات این رو به یک به عنوان یک کودتا توصیف کرده. بسیار عالی متشکرم عادل نظریان متاسفانه فرصتمون تمام شده خانم نظریان پژوهشگر مؤسسه استراتژی بین‌المللی گلد هستن البته تعاریف جدیدی از تعاریف سیاسی را دادن خانم نظریان ممنون که با ما بودید برمیگردیم به لندن و ناجیه غلامی متشکرم ازت رنا
صبح امروز دونالد ترامپ در حالی که میلیون ها رای هنوز شمارش نشده بود اعلام پیروزی کرد و گفت در شمارش آرا تقلب شده و به همین خاطر میخواهد نتایج انتخابات را به دیوان عالی ببرد. این در حالی است که سه عضو از نه قاضی دیوان عالی را آقای ترامپ طی 4 سال گذشته به این سمت منصوب کرده و جمهوری خواهان اکثریت قدرتمند در بالاترین مرجع قضایی آمریکا دارند. اما اگر اختلاف بر سر نتیجه انتخابات آمریکا را به بن‌بست سیاسی بکشاند، دیوان عالی برای حل بحران چه نقشی میتواند ایفا کند؟ بیش از پرداختن به این پرسش گزارشی ببینیم از مریم افشنگ. بدون ارائه مدرک و در حالی که هنوز میلیون ها رای خوانده نشده بود اعلام کرد در انتخابات تقلب شده. دونالد ترامپ گفت در اعتراض به دیوان عالی مراجعه خواهد کرد. ما میخواییم از درستی این انتخابات مطمئن شیم، اما با این وضعیت موجود من مطمئن نیستم. با این برگه های رای ناخواسته، میلیون ها برگه رای ناخواسته برای همه فرستاده شده. با ایجاد تردید در مورد درستی رای های پستی، رئیس جمهور آمریکا امیدوار است دیوان عالی حکم به توقف شمارش آرا دهد و شاید امیدوار است میلیون ها برگه رای باطل اعلام شوند و شمرده نشوند. تمرکزش روی پنسیلوانیا است، از ایالت‌هایی که شاید سرنوشت انتخابات را تعیین کند. هفته گذشته دیوان عالی آمریکا رأی داد که شمارش آرا در این ایالت می‌تواند تا پایان این هفته پس از رأی‌گیری ادامه پیدا کند. تصمیمی که آقای ترامپ از آن انتقاد کرد و گفت چنین کاری می‌تواند به خشونت‌های خیابانی منجر شود. اونا کار خطرناکی برای کشور ما انجام دادن و من امیدوارم دیوان عالی بصیرت عوض کردن این تصمیم رو داشته باشه. ادعای دونالد ترامپ در مورد تقلب در رأی‌گیری یادآور ماجراهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2000 است. رقابت الگور در مقابل بوش در نهایت به دیوان عالی آمریکا ارجاع داده شد و دادگاه حکم به توقف بازشماری آرا در فلوریدا داد. اما دخالت رئیس جمهور در این دور از انتخابات متفاوت است. تفاوت اینجاست که ما چندین ایالت داریم که رئیس جمهور فکر میکنه توشون پیروز شده و البته فلوریدا یکی از اوناست. تفاوت اونجا در اینه که در بعضی شهرستان‌ها رأی‌ها شمرده شده و در بعضی نه، و بعضی هم استانداردهای متفاوتی رو استفاده میکنن. شباهت بین فلوریدا و آنچه که امسال ممکنه رخ بده کاملا متفاوت خواهد. یکی از مشاوران انتخاباتی جو بایدن در واکنش آقای ترامپ را متهم به ادعاهای مشکوک کرد و گفت که کمپین جو بایدن از آرا دفاع خواهد کرد. مدیر کارزار انتخاباتی آقای بایدن هم گفت مسیر نامزد دموکرات‌ها برای پیروزی هموار است. اما آقای ترامپ ممکن است یک سلاح سری داشته باشد، قاضی جدیدی که به تازگی به دیوان عالی آمریکا معرفی کرده، امی کانی بارت. انتصاب او به عنوان قاضی دیوان عالی تنها یک هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری اکثریت محافظه‌کاران را در دیوان عالی قدرتمندتر از قبل کرد و به این ترتیب رئیس جمهور امیدوار است این دیوان در نهایت به نفع او رای دهد. نتیجه این انتخابات که اکنون به موی بسته است ممکن است به یک جدال حقوقی در روزها و هفته‌های آینده منجر شود و همه اینها چیزی از تنش فزاینده در این کشور به شدت دو قطبی شده کم نمی‌کند. مریم افشنگ، بی بی سی. آرتا موینی، مدیر پژوهش مؤسسه صلح و دیپلماسی و پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه جورج‌تاون از واشنگتن دی سی با ما هستن. آقای موینی، ادعای تقلب را آقای ترامپ امروز صبح مطرح کرد، از صبح به وقت لندن. از اون موقع تا حالا، از چندین ساعت قبل تا حالا، وضعیت خیلی هم بیشتر فرق کرده، ورق بیشتر برگشته به سمت برنده شدن احتمالی آقای بایدن. چقدر فکر میکنه تاکید بکنه آقای ترامپ با این وضعیت بر این احتمال تقلب؟ ببینید، همچنان ما باید واقعا شکیبا باشیم و ببینیم که مسیر درست انتخابات خودش شکل طی بشه و ببینیم به کجا خط خواهد شد. دلیلی که آقای ترامپ زود هنگام شاید دم از تقلب زد و دم از نگرانی هایی در رابطه با یک سری تعرفه ها زد، دلیل اصلیش این بود که بتونه حکایت و نراتیو رو به سمتی که میخواد هدایت بکنه، برای اینکه میدونه که رسانه های در واقع
استبلیشمنت یا استقلالیسم حاکم هم نراتیو و حکایت خودشون رو حرکت خواهند داد و سعی کرد که ایشون همیشه هم تو که ما در این 4 سال یاد گرفتیم ایشون خیلی دوست داره که در صدر خبرها باشه و اولین حرکت کن و تکان دهنده اون اخبار و این یک حرکت استراتژیک بود تا اینکه آیا این واقعا از بهشون کمک بکنه یا خیر و بعد چقدر این موضوع اوضاع رو پیچیده تر خواهد کرد. میدونیم که به دلیل کرونا و به دلیل سیستم رای دهی و اینکه هر ایالتی به هر حال قوانین خودشون رو دارند برای شمارش آرا همه چیز در مرحله اول پیچیده بود. صحبت های آقای ترامپ چقدر میتونه موضوع رو پیچیده تر بکنه و اونطور که خیلی موضوع جالبی که شما اشاره کردید چقدر ممکنه در نهایت به ضرر خودش تموم بشه؟ ببینیم بعد میگم واقعا بعد الان در این لحظه شکیبا بود. دلیلی که من این حرفو میزنم این هستش که اولا که تفاوت نگرشی که وجود داره واقعا این مسئله مهم هست. اگر شما گوش بدید به صحبت دموکرات ها اکثرا صحبت میکنن که تمامی آرا باید شمرده بشه. خب تمامی آرای قانونی باید شمرده بشه و این پاسخ اکثریت جمهوری خواها هست، حالا دو جدا از گفتمان خود آقای ترامپ. یعنی اینکه در واقع این دعوا سر تعرفه ها هست و اینکه آیا مثلا به خاطر اینکه این رای ها خیلی از این رای ها به صورت ناخواسته فرستاده شدن و این با رای های غایب یا ابسنتی فرق میکنن و بعد این رای ها اگر که خب مثلا 2 میلیون رای به صورت همین صورت فرستاده شده و اون شخص حالا بعدا تصمیم گرفته که به صورت شخصی و حضوری رای بده، خب این باید در واقع تایید بشه و دیده بشه و یک نفر دو دفعه یا سه دفعه رأی نده، ولی این آرای رأیی که وجود داره چون درخواست شده و به اسم اشخاص آمده اینا واقعی هست و ترس و استراب و نگرانی جمهوری خواهان این هستش که از این در برخی جاها از این اگر که چک نشه از اینها استفاده میشه. حرف دموکرات هم از اون طرف این هستش که نخیر همه چی شفاف هست و بیاین تماشا کنین و همه چی درست است و ما الان حالا مثلا در پنسیلوانیا ما در یک پرونده جدا همکنون به دادگاه ارجاع شد و هنوز نظری رو ندادن ولی مثلا پرونده به بررسی شروع شد. مثلا در این کیس خاص حرفشون این بود که در یک ناحیه در یک کانتی وقتی که یک رأی غایب یا یک رأی پستی رو میدیدن که مشکل داره به اون شخص زنگ میزدن و میگفتن که شما رأیتون مثلا باطل هست، اگر خواستید تشریف بیارید اینجا رأیتون رو درست کنین، ولی در ناحیه بغلی همجوان این کار رو انجام نمیدادن و خب این یعنی این که بر اساس این لاسوتی که اومده این هستش که این یعنی که شما حفاظت برابر رو و تبصره حفاظت برابر قانون اساسی رو انجام ندادید و خب همین این پایه و اساس خیلی از اینها خواهد بود. آقای معینی همین حالا خب اعتراض ها شروع شده در میشیگان، کمپین آقای ترامپ خواستار این شده که شمارش آرا متوقف بشه، ممکنه که در ویسکانسین تقاضا بکنند که باز شماری بشه آرا. اگر به همین منوال وضع پیش بره و شکایت ها ادامه پیدا بکنه، دیوان عالی که امید به نظر خیلی مهمی هست برای آقای ترامپ اگر وارد کار بشه، دیوان عالی چی کار میتونه بکنه؟ ببینید اولا سوال بزرگ این هستش که دیوان عالی کشور دعواهای قضایی بسیار هست. دیوان عالی کشور همه دعواها رو دوستان بر نمیداره، روش صحبت نمیکنه، روش جلسه بررسی برای جلسه رسیدگی نمیگذاره. رسیدگی رسمی اصطلاحا هم به انگلیسی سرشوری بهش میگن، یک چیزی هستش که دیوان عالی کشور فقط به یک پرونده های خاصی اطلاق میکنه که در اون شبه وجود داره در میان اینکه واقعا قانون باید چجوری تعریف بشه. در مسائلی که مثلا مشخص هست که به نظر دیوان عالی کشور که اینجا مثلا حق و اتوریتی بررسی مثلا با دیوان ایالتی ویسکانسین هستش، اجازه خودشون رو دخیل نمیکنن و این سوالی که در کدوم یکی از این پرونده ها خودشون رو دخیل میکنن و در کدوم نمیکنن خب یه سوال بزرگ هست. ولی در پنسیلوانیا ما در پرونده زودتر یا زودهنگامی که داشتیم نظری رو نداد دیوان عالی کشور، اما اعلام کرد که رأیایی که بعد از نوامبر سوم و بعد از ساعت 8 شب یا فکر کنم 8 شب که قرار بود مراکز بسته بشن و رأی‌ها داده بشن، اگه بعد از ساعت 8 شب بیان خب نباید مثلا کنار گذاشته بشن و میتونن بعدا برگردن و درباره اون صحبت بکنم. درباره
اصل و اصول این مورد مشخص صحبتی نکرد و من انتظار دارم که خب برخی از این پرونده ها به خصوص درباره اینکه آیا شما پس از اینکه رای گیری ها مثلا روز انتخابات اگر امروز هست آیا ما می توانیم تا یک هفته بعد، 10 روز بعد، 1 ماه بعد رای گیری داشته باشیم یا نداشته باشیم، کی اون تاریخ هست. من فکر می کنم در این زمینه ها سعی بکنن که نظری رو بدهند. در این حال هم دیوان عالی کشور بسیار بسیار در یک زمینه مشخص بوده و اینکه انتخابات و این خب هر کسی که دنبال میکنه میدونه انتخابات ریاست جمهوری کشور آمریکا انتخابات مردمی نیست، انتخابات ایالتی است. یعنی اینکه ایالت ها هستن که رأی میدن، بس هر ایالتی میتواند تفویض بکند که چگونه مردم خودش، مثلا مردم ویسکانسین میتونن سهیم باشن در این رأیی که ایالت ویسکانسین خواهد داد. به همین دلیل هستش که ارجاع میکنه معمولا مسائل انتخاباتی رو به خود ایالت و به خصوص به مجلس ایالت. آقای بایدن خواسته اونها، کمپین انتخاباتی آقای بایدن مشخص بوده، گفتن که ما میخوایم همچنان ادامه پیدا کنه اینکه تا آخرین رأی شمرده بشه و گفتن که تیم حقوقی ما آماده هست که اگر این شکایات و ادعاهای تقلب پیگیری بشه از جانب آقای ترامپ، اونها هم این مسئله رو دنبال کنن. اونها قرار هست که فکر کنید قدم بعدی برای اونها چه خواهد بود اگر پیچیدگیش ادامه پیدا بکنه؟ ببین، اصل سوال این هست که جمهوری خواهان خواهند گفت که این تعرفه هایی هستن، یعنی آرای رأی باید محسوب بشه که رأی قانونی باشه. یعنی اگر که ایالت مثلا پنسیلوانیا یک قانونی داره، حالا کاری به درستی و غلطی اون قانون نداری، که باید دو امضا روی هر چیز باشه و بعد اون دو امضا باید با در دو تا نامه مشخص قرار بگیرن و بعد اون دو نامه فرستاده بشن. اگر هر کدوم از این اتفاقا نیفته، جمهوری خواهان میگن که بس این رأی باطل هست. در تفاوت فکری و نظری دموکرات ها این هستش که نه، خب هر رأیی که باشه، باید هر جوری هم باشه، ما باید خودمون سعی کنیم ببینیم که این چی گفته و چی درش هست و در واقع اون رو بشموریم. من فکر میکنم که در این زمینه امروز دیوان عالی کشور نظرش به نظر جمهوری خواهان روی این زمینه خاص میگم نزدیکتر باشه، ولی من فکر کنم هنوز خیلی زود هست. برای اینکه مثلا در ایالت آریزونا، با اینکه برخی خبرگزاری ها ایالت آریزونا رو برای دموکرات ها خوندن، همونطوری که میشیگان برگشتش به بایدن رو ما شاهد بودیم، بسیاری هستن که اعتقاد دارن که آریزونا مثلا با حدود 20,000 تا 30,000 رأی به ستون آقای ترامپ برخواهد گشت. اگر همچین اتفاقی بیفته، به خاطر اینکه رأی روز برخلاف ایالت های کمربند صنعتی یا راست بلتی که شما میبینید که اول رأی آقای ترامپ رو در واقع رأی امروز رو خوندن یا رأی دیروز رو دیشب رو خوندن و بعد رأی های فرستادی پستی رو، میگویند که در آریزونا مثلا شرایطشون متفاوت بوده و اول رأی های کل پستی رو خوندن و تازه الان دارن به رأی های دیروز میرسن. اگر همچین اتفاقی باشه، من فکر میکنم که ما میگم هیچ کدوم به 270 نمیرسه و اصلا شرایط بسیار جدایی خواهد. متشکرم از شما آرتا موینی، مدیر پژوهش مؤسسه صلح و دیپلماسی و پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه جورج تاون در واشنگتن. فرن تقی‌زاده همکارم اینجاست. فرن، بیش از 24 ساعت هست که برنامه پوشش ویژه ما ادامه داره و خیلی ها دنبال کردن، از مخاطبانمون تقریبا همه برنامه ها رو. بگو که واکنش ها چیه در شبکه های اجتماعی؟ لحظه به لحظه کاربران در شبکه های اجتماعی دارن خبرها رو دنبال میکنن، حالا چه از طریق ما چه از منابع خبری مختلف. حالا اینم بگم که یه سری از بیننده های ما گفتن که پارازیت دارن روی بی بی سی فارسی و نمیتونن درست ببینن مطالبی که منتشر میشه، ولی خب ما در شبکه‌های اجتماعی مختلف مثل اینستاگرام یا توییتر و تلگرام تمام خبرها رو منتشر میکنیم و همینطور یوتیوب میتونن برن و پوشش خبری تلویزیونی ما رو از اونجا هم دنبال کنن. واکنش‌ها چطور هستش؟ به تک تک اتفاقایی که داره میفته گفتم واکنش نشون میدن. مشخصا اینکه مثلا ایالت‌های مختلف رأیشون ممکن با تأخیر گفته بشه یا اینکه رقابت ترامپ و بایدن
جا بشه اسمشون بر سر زبان میفته برای کاربران ایرانی. مثلا ویسکانسین و میشیگان سوژه کاربران شبکه‌های اجتماعی ایرانی شدن. خیلی ها دارن صحبت میکنن، مثلا میگن که میشیگان چرخیده به سمت بایدن، دارن دعا میکنن که برگرده این به سمت نتایجش به سمت آقای ترامپ. و حتی اینها دستمایه طنز هم شده در واتساپ، مسائل مختلفی میبینی که اومدن به صورت طنز نوشتن، مثلا میگن رفتیم سوپرمارکت یه چیزی بخریم، میبینیم که مثلا شده 20 دلار، اون کسی که داره میفروشه گفته که مثلا نتیجه پنسیلوانیا هنوز مشخص نشده، وایس ببینیم قیمت دلار چقدر هستش. یا یک برنامه رو در تلویزیون ایران برای تحلیل ماجرا گذاشتن، یکی از افرادی که اونجا داره صحبت میکنه تیکه ویدیوش هست، فؤاد ایزدی از کارشناسان نزدیک به سپاه، همین مایه دستمایه طنز شده و گفته که مشکل آمریکا نبود شورای نگهبان و ولایت فقیه هستش. این ویدیو داره دست به دست میشه روی شبکه‌های اجتماعی. اما اینکه چرا ترامپ و چرا بایدن رو کاربران ایرانی دارن انتخاب میکنن، مخاطبان ما هم به ما پاسخ دادن، دلایل شخصی خودشونو گفتن. یک ویدیوی از این مخاطبان ایرانی داریم با هم دیگه ببینیم. من به نوبه خودم دوست دارم که ترام برنده انتخابات آمریکا بشه. دلایل خودم دارم. اولین دلیلش اینه که ما از سال 85 با تورم روبرو هستیم تا به الان به صورت سعودی. پس مردم ایران عادت دارن. درسته این مشکلات فشار میاره به سفره مردم، ولی از این طرف فشار 100% روی رژیم ایران هستش و خیلی ها هستن امثال من که دوست دارن این رژیم از پا در بیاد. پس ما مقاومت میکنیم، دلایل خودمون رو داریم و این که آرزو میکنم ترام حتما حتما پیروز انتخابات بشه و اگه این اتفاق بیفته من به نوبه خودم جشن میگیرم. موفق و سربلند باشید. سلام، من حمید هستم، یه پست دکترال ریسرچر در دانشگاه کلرادو استیت یونیورسیتی. من دوال سیتیزنشیپ دارم، پس هر سال دو بار حداقل میرم ایران و برمیگردم و متاسفانه هر سال که از زمان پرزیدنت ترامپ میبینم که اوضاع اقتصادی مردم بدتر شده و مردم نمیتونن معیشت روزانه‌شون رو تامین کنن و به عنوان یه ایرانی آمریکایی که تمام خانواده‌ام ایران هستن و این غیر مستقیم منو تحت تاثیر قرار میده، حالا چه پرفورمنسم چه زندگی روزانه‌ام، چون ما همیشه دغدغه فکری داریم برای اون بلافمانایی که توی ایران زندگی میکنن. و از زمان حضور پرزیدنت ترامپ، که من خودم از زمان پرزیدنت اوباما اومدم، زمان پرزیدنت ترامپ اصلا مسئله ریس خیلی رفته بالا. متاسفانه من توی این 4 سال 10 تا کشور حداقل سفر کردم، هیچ کدوم از آدمایی که ملاقات کردم راضی نبودن از عملکرد پرزیدنت ترامپ و اگه دقت کنین تعداد مهاجرات تو اروپا سر به فلک کشیده و اوضاعشون خیلی خیلی بد شده و امیدوارم بهتر بشه. فرن به نظر میاد یک انتخابات موازی انگار در ایران برگزار شده. حتی دیدم ایده گفتن که اسم ایالت‌های آمریکا رو ما الان از شهرهای ایران بهتر بلدیم. بله دقیقاً به همین اشاره کردن. از یه طرف دیگه یه احساس ناامیدی هم یه سری دارن بهش اشاره میکنن که چرا اصلا ما باید اینقدر برام مهم باشه انتخابات آمریکا و نگاهمون. دلیلش هم گفتن به خاطر اینکه یک امیدواری داریم که از بیرون مرزها بخوان برای شرایط داخل ایران یک کاری انجام بدن، چون ناامید هستن از مسئولین درون ایران. البته باید بگم که این فقط مخصوص ایران نیستش که کاربران دارن دنبال میکنن، کاربران افغان هم بسیار دارن انتخابات آمریکا رو دنبال میکنن پیاپی و در مورد این مینویسن که وضعیت منطقه با حضور آمریکا چطور هستش. خیلی ها مثال زدن از عراق و گفتن که حملات انتحاری که در عراق میشه با حضور آمریکا بیشتر بوده، بعد از اینکه آمریکا خارج شده این حملات کمتر شده. دارن اشاره میکنن به حمله اخیر در کابل به دانشگاه کابل و یه سری از مخاطبان ما هم اتفاقا در افغانستان ویدیوهای فرستادن که گفتن نتیجه این انتخابات چه تأثیری بر زندگی اونها داره و اونها چه انتظاری از رئیس جمهور آینده آمریکا دارن. اینم با هم دیگه ببینیم. وضعیت فعلی صلح و توافق بین حکومت و طالبان وابسته به حکومت جدید آمریکا می باشد. در صورتی که حکومت جدید آمریکا بخواهد صلح پایدار در کشور افغانستان تأمین شود، همان طوری که توانست بین حکومت آمریکا و حکومت طالبان توافق ایجاد نماید، می تواند در ایجاد و توافق صلح بین حکومت افغانستان و طالبان خیلی تأثیرگذار باشد. خواهشمندیم از حکومت جدید آمریکا برای صلح پایدار و ختم جنگ 4 دهه روی جانبین تاکید نمایند.
نتایج به انتخابات 2020 امریکا که همه مردم افغانستان عزیز چشم به آن هستند میتواند خیلی تاثیرگذار برای وضعیت جنگ و صلح کنونی در کشور افغانستان باشد. ما مردم به آن عقیده هستیم که حکومت جدید امریکا برای بازی کردن در نقش تاثیرگذار برای ایجاد یک توافق صلح و تحمیل صلح پایدار تاثیرگذار باشد. اما اونطور که توانست بین حکومت امریکا و طالبان یک توافق نامه همه جانبه ایجاد نماید که در آن همه ما شاهد هستیم که فعلا هیچ نوع جنگ بین امریکا و طالبان نیست. اما اونطور می تواند برای ایجاد یک توافق بین طالبان و حکومت تاثیرگذار باشد. و اومدیم کنار دیوار اینتراکتیومون. کیوان حسینی همکارم اینجاست، آخرین ها از نتایج انتخابات رو دنبال کرده. کیوان، همونطور که می‌بینیم در نتایج انتخابات هیچ کدوم از کاندیدا به رقم 270 هنوز نرسیدن، بیشتر بهمون بگو که چرا؟ هر دو نامزد بسیار امیدوار هستند. دلیل اصلی که ما همچنان نتونستیم امروز به نتیجه انتخابات دست پیدا کنیم، برخلاف انتخاباتایی که در چند دوره اخیر دیدیم، یکی از دلایلش این بودش که گروه بزرگی از رای دهنده ها به شکل پستی رای دادن. به دلیل شیوع کرونا تعداد آمار رای های پستی خیلی بیشتر شد و رقابت این دو نامزد هم بسیار نزدیک بود در این ایالتایی که هنوز خاکستری موندن. و فکر میکنی که الان در کدوم ایالت‌های تأثیرگذار بیشتر کدوم ها هستن؟ چون میدونیم که خیلی نزدیک شده پیشی گرفتن هر کدوم از نامزدها. این تک تک این ایالت‌های خاکستری ایالت‌هایی هستند که همچنان این تردید وجود داره که کدوم یکی از این دو نامزد ممکن هست در اون ایالت‌ها برنده بشه و سناریوهای مختلفی وجود داره که به هر دو نفر این شانس رو میده که برنده نهایی این انتخابات باشن. اما اگر که بخوایم بر اساس اتفاقی که همین الان داره توی ایالت‌ها میفته و میزان شمارش آرا حدس و گمان زنی بکنیم که کدام سناریو محتمل تر هست، میتونم اول از همه برم سراغ سناریویی که شاید طرفداران بایدن فکر میکنن که خیلی احتمال داره اتفاق بیفته و اون هستش که در ویسکانسین که 99% آرا شمرده شده، آقای بایدن پیشتاز هست. فرض رو بر این بذاریم که آقای بایدن موفق بشه در ویسکانسین برنده بشه. در میشیگان که تعداد آرای شمرده شده حدود 90%، فاصله بسیار زیادی بین جو بایدن و دونالد ترامپ اتفاق افتاده. میشیگان همون جایی که الان کمپین انتخاباتی آقای ترامپ هم گفته شمارش آرا رو متوقف در ویسکانسین. در ویسکانسین خواستار بازشماری شده. در میشیگان گفته متوقف کنید. بله، و 44,000 رای جلو افتاده آقای بایدن و هرچی بیشتر شمرده میشه هم بیشتر جلو میفته. در آریزونا نزدیک به 100,000 رای جلو افتاده آقای جو بایدن از رقیب جمهوری خواهش و شانسش خیلی زیاده که اون ایالت رو هم برنده بشه. و فرض کنیم که در ایالت نوادا هم که خانم کلینتون برنده شده بود، باز آقای بایدن که شمارش در نوادا قرار هست که فردا به وقت آمریکا آغاز بشه. بله، در واقع 15% از آراش باقی مونده که فردا اعلام کردند که ادامه خواهند داد در روز پنجشنبه و هولوش ساعت 5 لندن ما نتیجه رو خواهیم دونست. اما اون قسمتی که باقی مونده اطراف لاس وگاس هست و جایی که آرای بسیار بالایی در سال 2016 به هیلاری کلینتون دادن و به همین دلیل هستش که حد زدن اینکه نوادا رو هم ببر آقای بایدن حس بسیار سختی نیست. این وضعیتی رو که الان من تصویر کردم که به نظر محتمل میاد، اونطور که میبینیم تعداد آرای آقای بایدن به 270 رای الکترال رسیده که به معنی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری است برای ایشون. ولی خب سناریوی دیگه هم وجود داره در ارتباط با دونالد ترامپ که اگر فرصت باشه من اون رو هم میتونم خیلی سریع توضیح بدم. و وضعیت از این قرار هستش که در جورجیا آقای بایدن به شکل قابل ملاحظه ای از رقیب دموکرات خودش پیش هست و همینطور در کارولینای شمالی در مجموع بین 80 تا 70,000 رای از آقای بایدن پیش هست. پیش بینی این که او در این دو ایالت برنده بشه همچنان پیش بینی سختی نیست. پنسیلوانیا یک نمونه خیلی منحصر به فرد شده در این انتخابات به دلیل آرای غیر حضوری بالایی که در این ایالت داده شده. اما همچنان تا همینجا آقای ترامپ نزدیک به 500,000 رای از رقیب دموکرات خودش پیش هست. فرض کنیم که در پنسیلوانیا هم در نهایت او موفق بشه که این ایالت رو به دست بیاره و به رقم 264 رأی الکترال خواهد رسید. در چنین وضعیتی سرنوشت آقای ترامپ و ادامه ریاست جمهوریش گره خواهد خورد به میشیگان، جایی که اگر موفق بشه به هر ترتیبی آرا رو با شکایت، بازشماری و به اشکال مختلف از آن خودش بکنه، اون وقت رئیس جمهور خواهد شد. اما اگر که همین وضعیتی که الان در این ایالت وجود داره ادامه پیدا بکنه، به معنی این هستش که آقای جو بایدن رئیس جمهور بعدی ایالات متحده آمریکا خواهد بود. چه بسا یک جنجال دیگه هم درست بشه، یک چالش شکل بگیره و
اون این هستش که در چنین وضعیتی که به نظر میاد که آقای بایدن باید رئیس جمهور بشه، الان که من نگاه میکنم میشیگان رو باید اضافه بکنم به آرای آقای، نه این اشتباه شد، باید اوهایو رو که برده آقای خب ترامپ و آره، اگر که این اتفاق به این شکل پیش بره که میشیگان به آقای بایدن برسه، اون وقت امکان داره که یک اختلاف نظر جدی در ارتباط با نوادا شکل بگیره. همونطور که گفتی نوادا 85% آرا شمرده شده، 15% آرا باقی مونده و اختلاف بایدن و ترامپ در حال حاضر اونجا نزدیک 7000 رای هست. این در حالی هستش که هیلاری کلینتون در انتخابات قبلی موفق شده بود با اختلاف 27000 رای ترامپ رو شکست بده. اگر اون اختلاف اونجا همچنان کم بمونه و یا به شکلی ترامپ موفق بشه در نوادا پیش بیفته، وضعیت کمپین آقای بایدن واقعا دشوار شد. جزئیات بسیار زیادی در این نقشه وجود داره که برای همین شاید خیلی بیشتر از اونی که ما فکر می‌کنیم طول بکشه نتیجه قطعی. فعلا نتیجه که داریم در این دیواره ما این هست، آمریکا و جهان 24 ساعت پرهیجان رو پشت سر گذاشتن و همچنان نمیدانیم که چه کسی ساکن کاخ سفید خواهد بود. 60 دقیقه امشب رو با تصاویری از این شبانه روز پرتلاطم در آمریکا به پایان میبریم. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Leave the area. Leave the area. There is a subject to arrest. 80% is still Miami-Dade. We're gonna have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted. Every ballot is counted.